چرا اینقدر ساده است ولی محبوب؟ چطور توانسته بدون گریه های عجیب و ژست های رمانتیک بیرون زده، بدون بازی های عصبی و درشت یا بدون فرو رفتن در جلد دخترهای شیطان و عجیب غریب اینقدر محبوب شود؟ ساده بودن که کاری ندارد، همه بلدن ساده باشند، اما آیا تا این پله از محبوبیت در بازیگری بالا خواهند آمد؟ لیلا حاتمی با فیلم لیلای مهرجویی به صحنه بازیگری آمد. البته قبل از آن در خردسالی نقش خردسالی های کمال‌الملک را توی فیلم پدرش بازی کرده بود و در دل شدگان هم وقتی هنوز سن و سالش به 20 سال نمی رسید نقشی داشت. این شروع قطعاً برای هر بازیگری طوفانی خواهد بود، اما لیلا حاتمی اگرچه دختر یکی از اسطوره های فیلم سازی ایران است و اگرچه با چنین فیلمی وارد سینما شد، ولی بیشتر از طوفان شبیه یک هوای تازه و ملایم بود. او آمد تا آهسته و پیوسته بالا برود، طوری که هیچ چیز نتواند زمینش بزند. از سال 75 که حاتمی لیلا را بازی کرد تا پایان دهه 70، 5 فیلم دیگر هم نام او را در فهرست بازیگرانشان دیدند. فیلم بعدی حاتمی شیدا بود، یک اثر عرفانی دفاع مقدسی که کمال تبریزی کارگردانیش کرد، و بعد در 78 همزمان با بازی در بهترین سریال عمرش یعنی کیف انگلیسی دوباره برای مهرجویی هم بازی کرد. میکس، فیلمی راجع به مشکلات فیلمسازی در ایران، و اینجا بود که دختر علی حاتمی روبروی خسرو شکیبایی قرار گرفت و البته باز هم با مردی هم بازی شد که در لیلا هم بازی او بود، مردی که در فضای خارج از فیلم ها هم برای همیشه هم بازی لیلا حاتمی شد. علی مصفا و لیلا حاتمی که مدتی به برند فیلم های مهرجویی تبدیل شده بودند، در لیلا به آشنایی هم در آمدند و همین شروع زندگی مشترکشان بود. ببین لیلا، تو منو وادار به این کار میکنی ها؟ خوب فکراتو بکن، هنوز خیلی وقته. حاتمی سال بعد در آب و آتش به کارگردانی فریدون جیرانی و مربای شیرین اثر مرضیه برومند هم حاضر شد، اما در آغاز دهه 80 باز برای او یک اتفاق بزرگ در عرصه بازیگری رخ داد. حاتمی ساده و آرام و کم حرف بود، اما حاتمی کیا جنجالی و پر از غوغا. وقتی حاتمی کیا فیلمی می ساخت، منتقدان سینمایی چه مخالفش بودند و چه موافق همه سر ذوق می آمدن، چون سوژه ای جاندار و جنجالی به میدان آمده بود و او این بار با یکی از فیلم های جدیدش داشت کارهای خارج از عرفی می کرد. برای اولین و آخرین بار نگارش فیلم نامه اثرش را به یک نفر دیگر سپرد، به کسی که اولین فیلم نامه سینماییش را می نوشت و البته امروز یکی از معروفترین فیلم سازان ایران و جهان است و ضمناً یک کمدین تمام عیار را برای بازی در فیلمی امنیتی به گروه دعوت کرد. اما نقش اول مرد این فیلم هم به یک بازیگر گمنام سپرده شد، به کسی که قبلا درخشیده بود اما فقط در یک فیلم به نام عروس آتش، و نقش اصلی زن را لیلا حاتمی جلوی دوربین برد. زنی آرام و ساکت و کم حرف، کارکتری که تا انتها روی لیلا حاتمی ماند، چه در نقش‌های فقیر چه ثروتمند، چه تحصیل کرده و چه کم سواد، چه تاریخی و چه امروزی. قاسم چی می‌دونی؟ فکر کردی قاتله، قاشقچیه، دزده، آدمکشه؟ اونم برای مملکت زحمت کشیده، تو که خوزستانی نیستی. دو سال بعد نوبت به اولین فیلم علی مصفا رسید، سیمای زنی در دوردست. از بازی‌های فرعی در فیلم‌های علی حاتمی تا نقش اصلی در آثار علی مصفا. لیلا حاتمی سال بعد در سالاد فصل فریدون جیرانی هم بازی کرد، بعد جلوی دوربین مسعود کیمیایی رفت در حکم و 1384 بود که شاعر زباله‌ها را بازی کرد، اثری که 4 سال بعد اکران شد و در 86 هر شب تنهایی را برای رسول صدراملی بازی کرد و روبروی حامد بهداد قرار گرفت. این فیلم هم چند سال بعد اکران شد و به موفقیت دیگر آثار صدراملی نرسید. چه مزه تو چیکار کنم؟ ها؟
هیچی نگو، حالم خوب همینه. میخوام برم زیاره. حاتمی در همان سال در میان کهکشانی از بازیگران زن سینمای ایران در پروژه شیرین مرحوم عباس کیارستمی هم حاضر شد. حضوری که چندان نمیشد رویش اسم بازی در یک فیلم را گذاشت و به این ترتیب از سال 80 تا 87 لیلا حاتمی حضور چندان پررنگی در سینمای ایران نداشت. اما باز هم اتفاقی خارج از محاسبات برای او رخ داد و دومین فیلم یک کارگردان جوان، نرگس کم حرف و درونگرای ارتفاع پست را در قالب زنی ثروتمند که حالا دچار مشکلات مالی همسرش شده بود دوباره زنده کرد. بیپولی کاملا نشان داد لیلا حاتمی کیست و چیست. او چه نقش زنی جنگ زده از خوزستان را بازی کند، چه تازه عروسی تهرانی را، یک سری خصوصیات ثابت با خودش دارد. لیلا با اینکه دختر علی حاتمی بزرگ است، اما به هیچ وجه شمایلش شبیه زنهای قجری ایران نیست و ساده تر از آن است که تیپ یک دوره تاریخی را در خط و خطوط چهرهش نگه دارد. نه شیطنت هایی دارد که شبیه دختر بچه های زبان آور یا حتی پسر بچه های ترقه و تخص بشود و نه برعکس به زنهای پخته و نصیحت گو شبیه است. حاتمی هیچ وقت نه نقش دخترهای لاتکی را بازی کرد نه نقش خانم معلم را. بازی در بیپولی تبدیل شد به اولین سیمرغ بلورین لیلا حاتمی از جشنواره فیلم فجر و تیپ شخصیتی این بازیگر را تقریبا جا انداخت. ایرج عزیزم، میدونم از اینکه در این نامه پولی نیست میرنجی، اما بگذار طرحت که تصویب شد در ایامی که داریم از خجالت در کسافت آه. با من بحث و بد نکنه، زنگ میزنم تون دیگه نیست، بعد بی ادب بیشعور بی خدافیزی قطع میکنه. چی فکر کردی که یهو هول کردی ها؟ حواسم یهو رفت به اون تصویری که دیدم. او در همان سال 40 سالگی را هم بازی کرد و سال بعد پرسه در مه و چیزهایی هست که نمیدانی و البته آسمان محبوب اثر داریوش مرجویی، فیلمی که نشان میداد عالی جناب روشن فکر سینمای ایران دیگران رمق سابقش را ندارد و شاید همین اثر که مهرجویی اصلا برایش سخت گیری نکرده بود آغاز دوران افول غم‌انگیز او به حساب می آمد. علی مصطفی بعدها در این باره گفت که یک زمانی فکر می کردیم ما فقط وقتی کار می کنیم که مهرجویی کار کند، یعنی فیلم های خوب را فقط همین فیلم ساز می تواند بسازد و این دو تنها در صورتی حاضر بودند روبروی هم قرار بگیرند که مهرجویی پشت قاب باشد. اما علی و لیلا در سال 88 دو بار روبروی هم بازی کردند، یکی برای مهرجویی و دیگری در کار یک فیلم اولی بازوق به نام فردین صاحب زمانی. همان چیزهایی هست که نمیدانی، فیلمی که پیش زمینه اثر یک فیلم اولی دیگر برای سالهای بعد هم شد، برای در دنیای تو ساعت چند است که این بار تمام بازماندگان علی حاتمی را دور هم جمع کرد. باش داختیم منو فرهاد شما میشناسیم اگه منو پسر نازنی منو تو بکشتن دادی جد تو کلش خانجاد این هرکی هست آدم رو میترسونی آخ یه چلی مثل تو زیاد نیست تو دنیا. فرهاد قابساز مهربان سب کنی دقیقه اینه خب فرهادتون پاک دیوانه است جالبه که 40 سالگیت یه جوری باشی غیر از بقیه. لیلا سال بعد در فیلمی برای علی هم بازی کرد، پله آخر، و البته در سعادت آباد مازیار میری. اما یک مورد دیگر هم بود، یک شانس بزرگ، فیلمی که بازی در آن زندگی هنری یک هنرپیشه را زیر رو میکند و برای لیلا حاتمی این اتفاق افتاد. لیلا حالا برای همان نویسنده جوانی بازی میکرد که مدتها پیش ارتفاع پست را نوشته بود. فقط 9 سال میگذشت اما آن نویسنده جوان امروز فیلم ساز مشهوری شده بود و داشت بهترین فیلم عمرش را می ساخت و لیلا حاتمی هم نقش اول زن را در این فیلم بازی کرد. این بار خرس طلای برلین به همراه ساره بیات و سارینا فرهادی برای بهترین بازیگران زن دوره، جایزه مشترکی که البته قبل از آن در فجر با سیمرغ بلورینی که لیلا برد مشخص شده بود سهم قابل توجهی از آن به بازیگر نقش سیمین تعلق دارد.
separation. Iran, Oscar Faraday. A Separation is the first movie from Iran to win the Academy Award for Foreign Language Film. او باز هم برای مهرجویی بازی کرد، اما نه در اثری که چندان مهم باشد. اگرچه بازی او در این میان خوب بود و نامزد سیمرغ هم شد و سال بعد سر به مهر، اولین فیلم هادی مقدم دوست، رفیق صمیمی و شریک سناریوهای حمید نعمت الله. سر به مهر خجالتی بودن لیلا حاتمی در نقش هایی که بازی می کرد را به حد اعلا رساند و باعث شد این ویژگی او خیلی به چشم بیاید. خانومی به اسم سبا، کسی که با خودش حرف میزند و گاهی با خدا گپ و حتی از نماز خواندن جلوی نامزدش خجالت میکشد. این بازی لیلا حاتمی هم خیلی به چشم آمد و صمیمیت غریبی داشت. بلند شدم، مقابل LCD نشستم و زار زدم که خدایا چه کار کنم؟ خوب کاری رو کنم که به خاطرش منیره رو اذیت میکردم؟ او سال بعد و در 1391 برای بازی در فیلم در دنیای تو ساعت چنده است به رشت رفت و این بار نه تنها در کنار علی مصطفی بلکه روبروی مادرش هم بازی کرد. زری خوشکام به سینما برگشته بود تا مخاطبان احساس کنند این تاریخ است که با صدای خش گرفته و محبتی قرقرو جلوی چشمشان راه می رود. انگار تاریخ از ما می پرسید در دنیای شما ساعت چند است و زل برنده این مثلث را لیلا حاتمی در کنار مادر و همسرش بازی کرد. بعد از آن دوران عاشقی که دومین همکاری خانم بازیگر با علیرضا رئیسیان بود چندان فیلم خوبی از آب در نیامد و من ساخته سهیل بیرقی هم در حد تلاش ناکام لیلا حاتمی برای بیرون آمدن از کلیشه زنی درونگرا باقی ماند. اما حاتمی در فجر 95 با جلیقه انفجاری به سالن‌های سینما آمد و مخاطبانی که در سالن فیلم رگ خواب نشسته بودند را بغل کرد. رگ خواب حرف و حدیث پشت سر خودش خیلی ساخت، اما هیچ کس کیفیت‌های فنی کار را زیر سوال نبرد. نعمت الله که قبلا فیلم‌های مردانه می‌ساخت و تمرکزش را روی طنز خشن و عصبی جمعی از جوانان خرده تبهکار و خالیبند و رند می‌گذاشت، این بار نگارش فیلمنامه‌اش را به معصومه بیات سپرد، به همسرش، به بانویی که پیش از این سال‌ها سردبیری نشریاتی در حوزه زنان را به عهده داشت و همین باعث شد رگ خواب بدجور فمینیستی از آب در بیاید. اما چه کسی می‌توانست حتی اگر به فمینیسم غلیظ این فیلم ایراد می‌گیرد همزمان اعتراف نکند که کارگردانی نعمت الله چقدر خوب بوده و نوای همایون شجریان در حاشیه صوتی فیلم چه با دل‌ها که نکرده. تو شب سیاه، تو شب تاریک، از چپ و از راست، از دور. اما فقط اینها نبود. لیلا حاتمی چنان در این فیلم درخشید که حتی تصورش هم نمی‌شد. او هنوز همان زن ساده و خجول و متوسط بود و البته مقداری دست و پا چلفتی، اما این بار در کانون اتفاقاتی قرار می‌گرفت که کم کم کارش را به کارتون خوابی و سقط جنین و اینها هم می‌کشاند. روایت زنی که در عشق بی اندازه پاک و صادق بود اما با هیولایی از دروغ و سوء استفاده طرف می‌شد. رگ خواب شاید بهترین بازی حاتمی در عمرش به حساب می آمد بعد از 20 سال که وارد شده بود و هر کس فیلم را ببیند نخواهد توانست آن را با حضور بازیگری غیر از لیلا حاتمی تصور کند. او امروز بر سکوی کارنامه 20 ساله ایستاده با کوله باری از افتخارات. برای مهرجویی و کمال تبریزی و کیمیایی و حاتمی کیا و اصغر فرهادی و حمید نعمت الله بازی کرده است و از طرفی دیگر بارها در آثار فیلم اولی ها درخشیده. او چرا در عین این همه سادگی تا این حد محبوب است؟ مگر ساده بودن کاری دارد که همه نتوانند انجامش بدهند؟ راز لیلا درونگرایی حقیقی اوست، نه فقط عبارت دم دستی ساده بودن.
این هنرپیشه باورپذیر و بزرگ و محبوب شده، چون هر کس در درون خودش یک لیلای حاتمی دارد، کسی که خجالت می کشد و وسط معرکه های داغ به چیزهای خیلی کودکانه فکر می کند.